که هر بندی که بر بندی به درانم به جانم تو، که هر بندی که بر بندی به درانم به جانم تو. نخواهم عرفانی را توییم. با عرض سلام و تقدیم ارادت در حضور جناب دکتر استنزای هستیم. موضوع گفتگوی امروز ما که فکر کردیم که یک دوره 4 ساعته برای طرح این موضوع و استنتاج صحیح از اون لازم هست، 1 ساعت از اون رو در حال حاضر با شما خواهیم بود و 3 ساعت بعد رو سه‌شنبه آینده به وقت غرب لس آنجلس از ساعت غرب آمریکا از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر سه‌شنبه آینده در خدمت ایشان هستیم. موضوع برنامه بررسی و مقایسه 10 فرمان به گزارش قرآن و 10 فرمان به گزارش تورات یا عهد عتیق خواهد بود و بیشتر مبنای کلام و توجه کلام بیشتر به موضوع اشغال سرزمین‌های دیگران و همینطور وظایفی که میهمان نسبت به میزبان داره و عواقب و مجازات و مکافات هایی که قرآن برای تخلف از این قانون در نظر گرفته. تصور میکنم بیش از 4 ساعت هم برنامه لازم باشه، ولی فعلا 1 ساعت اون برنامه رو در این جلسه و 3 ساعتش رو در سه‌شنبه آینده از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا در خدمت شما خواهیم بود. و نهایت افتخار است برای من که در حضور دوست و برادر ارجمندم آقای دکتر استنزای باشم. جناب دکتر به برنامه خوش آمدید. خوش باشین، تشکر. جای افتخار من است که با شما هستم، هم صحبت هستم. در آیه شماره 83 از سوره بقره، سوره دوم قرآن، اینطور اظهار میکند که به 8 تعهدی که خداوند از قوم بنی اسرائیل گرفته و در واقع پایه و اساس 10 فرمان هست اشاره میکنه که 1 و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، و بعد توضیح میده که چه هستند اینها. 1 لا تعبدون الا الله، غیر از خدا کسی رو عبادت نکنید، یعنی اصل توحید در واقع. و بالوالدین احسانا، به احسان کنید به والدین. و ذی القربا، احسان کنید به ذی القربا، به هم نوعان خودتون، هر کسی که با او احساس خویشی میکنید و نوع بشر هست که شما باید احساس خویشی کنید. و الیتاما، و موضوع سوم، یعنی موضوع اول توحید، دوم والدین، سوم زر قرباز، چهارم یتیمان، و پنجم مساکین، و ششم قولوا للناس حسنا، با مردم مفید و محترم سخن بگویید. و نمره بعدی اقیم الصلاة، و نمره بعدی آتوا الزکات. و بعد اضافه میکند که ثم تولیتم، سپس شما بعد از اینکه همه این پیمان ها رو گرفتید و امضا کردید و تعهد کردید، روگردان شدید، پشت کردید، الا قلیلا منکم، تعداد کمی از شما این کار رو نکرد، و انتم معرضون، ولی همه شما به این کارها اعتراض داشتید، یعنی به اون چه که قبول کرده بودید هیچ کدوم اقرار نداشتید، در این موارد اعتراض داشتید. و بعد در آیه بعدی به 2 اصل دیگر اشاره میکند که مجموع این 2 با اون 8 تا 10 رو میسازه.
و از اخذنا و گرفتیم از شما، بیاد بیاورید که گرفتیم از شما میثاقکم، میثاقتان را. و میثاق شما بر چی است؟ بر دو اصل استوار بوده. لا تسفکون الدماء، خونریزی و شقاوت در خونریزی نداشته باشید در بین خودتون. و لا تخرجون انفسکم من دیارکم، و یک دیگر رو و در واقع هم نوعان خود رو در جایی که هستید که میهمان و میزبان الان مخلوط شدن با هم. و البته این آیه همطور استحضار دارید ادامه شرح حال قوم موسی در مهاجرت یا در فرار و پناه آوردن به کنعان امروزی است از مصر، که در اونجا میگوید که ولا تخرجون انفسکم، یک دیگر رو از من دیارکم، از دیار خودتون بیرون نکنید، از دیار یک دیگر رو بیرون نکنید. و در این مورد میگه ثم اقررتم، و شما اقرار کردید و قبول کردید، و انتم تشهدون، و این چیزی نیست که شما فقط شنیده باشید، خود شما شاهد این موضوع بودید. و بعد اون وقت میگوید که در آیه 85 که ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، و بعد شما شروع کردید به کشتن یکدیگر، و تخرجون فریقا منکم، و یک گروهی از خودتون رو که در اونجا بودن از بین خودتون اخراج کردید، من دیارهم، و تظاهرون علیهم، و به ظهور و علانیت رساندید مخالفت با اونها رو و موافقت خودتون رو بالاسم و العدوان، به جنایت و تجاوز رأی مثبت دادید و به رسمیت شناختید و به رسمیت علیه اونها برای اخراجشون و کشتارشون نظر دادید، و حتی از این حد هم پیشتر رفتید. و این یعتوکم اسارا، و کسانی که به شما پناهنده شدند به عنوان اسیر، پذیرفتند که اسیر شما باشند، تفادوهم، اینها رو فدا کردید و فدیه خواستید برای آزاد کردن اینها، و در واقع اینها رو به فروش گذاشتید. و هو محرمون علیکم اخراجهم، و در درجه اول اصلا اخراج این آدم ها بر شما حرام شده که اینها رو اخراج کنید. حالا ظاهرا اخراج کردید عده‌ای رو، عده‌ای مقاومت کردن، عده‌ای قبول کردن، اونهایی که مقاومت کردن جنگ به وجود آمده، در جنگ کشتار به وجود آمده، و در کشتار و جنگ تعدادی تسلیم شدن، تعدادی هم کشته شدن، تعدادی هم اسیر شدن، و همه اینها سر موضوع اخراج بوده. و حالا شما اون کسانی را که اسیر شما شدن، به جای اینکه صبر کنید که جنگ به پایان برسه و اسرا را آزاد بکنید، برای آزاد کردن اونها هم وجهی مطالبه میکنید، و اگر نداشته باشن اونها رو میفروشید به بهای اون وجه، یا به خودشون میفروشید اونها رو یا به دیگران. با وجودی که در مرحله اول هو محرم علیکم اخراجهم، اخراج شما از اونها، کار اونها رو اخراج کردید، کار حرامی بود. و بعد در ادامه آیه میپرسد که افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، آیا شما از این کتاب تورات هر چقدرش که میخواید قبول میکنید و هر چقدرش که فکر میکنید باید رد بکنید رد میکنید؟ یعنی آیا قبول دین تعهد شما با خدا این است که با کتاب خدا اینطور رفتار بکنید؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم خزیان فی الحیات دنیا و یوم القیامت، و کسانی که این کارها رو میکنند برای اینها خاری و زبونی در این دنیا و در قیامت، یردون الی اشد العذاب، و همین کارهایی که میکنند برمیگرده به اینها و تشکیل اشد عذاب میده برای آخرتشون، برای دنیاشون نکبت و خاری، و برای دنیاشون اون دنیا اشد عذاب. و من الله به غافل اما تعملون، و خدا غافل نیست به اونچه که فعل انجام میدید و عملیاتی که شما اونها رو انجام میدید. و این افراد اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، اینها کسانی هستند که حیات
آخرتشون رو فروختن و حیات دنیا رو خریدن. فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون، و اینها تخفیفی در مجازاتشون داده نخواهد شد و در روز قیامت ناصر و حمایتگری نخواهند داشت. نظر شما نسبت به این آیات چیه؟ اینجا فکر میکنم که دو مسئله مطرح هست. یک مسئله عابد و معبود است که در این مورد انسان خداست، و قسم که ما میدانیم خداوند هر کار را که میکنه بر روی یک قرارداد و یک تعهد و یک میثاق میکنه. پس حتی از آغاز خلقت وقتی که حضرت خداوند مخلوق را یا مخلوقات را به صورت کلی مخاطب قرار می دهد در همین فرمان الست الست بر ربکم، خداوند که در ادیان قدیم به انواع مختلف ترسیم شده بود در ذهنیت انسان ها، خداوند بسیار مقتدر بود، خداوند مسلط بود، خداوند بود که مخلوقات را به شکل اصطلاح انگلیسیش سبجکت، یعنی رعایای خود با آنها برخورد می کردن. ولی خداوند را که قرآن معرفی میکنه، خداوند است که با عظمت و بزرگیش خود را در یک سطح تساوی قرار میده با انسان، یعنی با انسان یک تعهد میمه، او خداست ولی ما مخلوق هستیم، ولی میگوید که آیا من خدای شما نیستم؟ یعنی هم به شکل سوال مطرح است، هم به شکل پیشنهاد مطرح است، هم به شکل یک واقعیت مطرح است که تنها جوابی که مستلزم آن است که قالوا بلا، بله ما هستیم. پس در بدون هیچ گونه اکراه و جبر و زور و ستم و بدون هیچ گونه این فشارها انسان به خدا در یک فضای میتونیم بگم در یک فضای صمیمیت با عبودیت یک قرارداد میپیونده، که در او قرارداد چیزهایی که اقلا در رابطه با قوم بنی اسرائیل اینجا ذکر شده تعهدات به میان آمده، که این تعهدات است که حد خدا و حد بنده را تعیین میکنه. پس از اینها نباید تخلف میشد، چون وقتی که ما شامل یک قرارداد یک تعهد میشیم، مکلفت از هر دو جانب است. اینجاست که مکلفت که انسان ها اینجا متعهد شدن، اینها از همین تعهد سرپیچی میکنن. چون انسان سرپیچی میکنن، پس با ابتکار عمل در سرپیچی از این فرمان خدا، اینها او فرمان نقض میکنن. بنان خداوند این فرمان را پس میگیرد، و آنچنان که در آغاز سوره 82 است که فکر میکنم ویز اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یا بعدا همین مطلب در 83 تکرار میشه که از اخذنا میثاق کم، من پس گرفتم. پس گرفتن به معنای این که این قرارداد که شما به تعهد به این تعهد از میان رفت، چون شما آن را نقض کردین. بنان به نحو یک زیبایی های دری است که به نظر من که خداوند برای مسئله کسر شان نیست برای اینها، که اگر خداوند خود را به سطح انسان پایین میاره، چون سطح ما پایین است، اما میخواد که در این تعهد اکراه نباشه. چرا هر تعهدی که بین دو قوه متفاوت به میان میایه در اصول تعهد نیست، چون یک طرف قوه قدرت زیادتر داره،
ولی اینجا با آن که خداوند قدرت بیشتر داره، جایی که به تعهد میرسه خود را به نحو همردیف انسان میده، برای از اینکه اکراه در آن نباشه. به خاطر این ضرور است که هرگاه اکراه نباشه اما میثاق مشروعیت پیدا میکنه. توی این جلسه که در خدمتون هستیم سعی میکنم که سوال جواب ها بیشتر فهرستوار باشه تا بعد به مفصلتر و جزئیات بیشترش در برنامه آینده بپردازیم. به نظر جناب عالی با نگرشی که شما دارید به موضوع دین و موضوع عدالت، آیا خداوند در این آیه 83 که میگوید من از شما قوم بنی اسرائیل تعهد گرفتم که توحید را رعایت بکنید و بعد میگوید که به والدین احسان کنید، منظور والدین یا اینکه به ذر قربا یا به یتیمان به مساکین، اینها مربوط میشن به والدین یهود و ذر قربای یهود و یتام یهود و مساکین یهود، و یا اینها به صورت مطلق مربوط به نوع بشر میشه این قراردادی که خدا با اینها بسته؟ یعنی قرارداد بسته که فقط شما به یتیم اگر میرسید از یتیم بپرسید که شما دینت چیه و اگه یتیم گفت من یهود هستم کمک کنید. آیا این میثاقی که با خدا بسته شده در مورد امور اجتماعی که برمیگرده به والدین و به ذر قربا و به یتیم و به مساکین، به این چهار گروه، اینها فقط تعهدی است که اینها خداوند، آیا منظورش از این تعهد قوم بنی اسرائیل رو کاری ندارم اونها چی میگن، به نظر شما حدود والدین و احسان و ذر قربا و یتاما و مساکین اینها مربوط به یک دین خاصی میشه، به یک جبهه گروه خاصی میشه، یا مقصد خداوند از این میثاق در واقع به همه یتیمانه یا فقط به یتیمان یهوده؟ فکر میکنم که اینجا یک نوع انتقال قدرت است یا قدرتمند ساختن طرف مقابل است، کسی که ضعیف است. خداوند قادر و قدیر است ولی انسان نیست، ولی آن خداوند قادر و قدیر خود را در ردیف انسان ضعیف قرار میدهد تا یک تعهد بپیونده. بعد از آن این را ادامه میدهد که آنچنان که خداوند این قدرت را با آن کسی که نداشت انتقال داد، یا آن چیزی که بنده نداشت و خدا به آن داد، بعد به بنده میگه که شما حالا آن چیزی که دارین با آنهایی که ندارند انتقال بدهین. پس ناداری های والدین چی است؟ در فکر میکنم در من فضایی که آیات نزول کرده، والدین ضعیف هستند، ناتوان هستند، کبرسون و مسائل دیگه مطرح است، یتیم، ضرورت، مسکین، همه اینها که هستند، اینها فقدان هایی دارن، یا فقدان قدرت است، یا فقدان توان و ناتوانی است، یا فقدان غذا است، یا نداشتن پدر و مادر و اینهاست. آنهایی که من داشتم شما نداشتین، به شما دادم، شما را تواناتر ساختم، پس شما هم با آنهایی که ندارن آنها را داراتر بسازید، توانمندتر بسازید. در اینجا فکر میکنم حتی در اولش هم دین مطرح نیست، چرا رابطه بین خداوند و انسان هم میتونه در چارچوب دین مطرح شود و هم در چارچوب یک میثاق. اینجا محض این که میثاق را ذکر کرده، این میثاق دلالت به تشکیل یک دیانت و اینها نمی کند، به نوعیت بشر می کند، به نوعیت بشر می کند. این میثاق تعهد است بین خالق و مخلوق. مخلوق حتمی نیست که در چارچوب یک دیانت تعریف شود، هر چیز مخلوق است. یعنی اگر شما اهل یهود باشین متعهدید که اگر مور و مگس باشین، اگر پشه باشین، اگر هر مخلوقی کس، همه شامل این میشه، هر آن چیزی که دیگری نداره، آن که دارد باید، چون آن که دارد به خاطر عنایت خداوند
داراتر شده. به خاطر عنایت خداوند قدرتمند و توانمند شده. پس این توانمندی باید نباید در انحصار خود شخص ببانند، بلکه باید انتقال بیابد بر آنهایی که ندارند. من در تعقیب استدلال شما این رو عرض میکنم که اگر این میثاق عدل و بر اساس عدالت و قسط تشخیص خداونده نمیتوانه که همونطور که فرمودید جنبه دینی داشته باشه. مثلا اگر یک نفر مسیحی باشه، اون مسیحی آزاد هست که به والدینش کمک نکنه، یا یه نفر اگر بیدین باشه، حالا بیدینیش سر جاش، ولی خداوند به اون میگه چون تو انتخاب کردی که بیدین باشی، حالا تو دیگه ذمه ازت برداشته شد و راحت هستی، تو لازم نیست به پدر مادرت کمک کنی. آیا ما چنین نگرشی به خدا داریم و این خدایی که ما عادل فرض میکنیم این است که فقط به این گروه گفته که شما به مسکین و یتیم نوع خودتون کمک بکنید، اما اون کسی که بیدینه گفته من چه بکنم؟ گفته هیچی، تو برو پدر مادرتو بکش، تو هر کاری میخوای بکن، آزادی، برای اینکه من فقط با این گروه میخوام عرض بکنم. آیا این انحصاری که ما الان میبینیم در تاریخ بعضی از گروه ها برای خودشون قائل میشن و این مسئولیت رو محدود میکنن به هم کیشان و هم عقیده های خودشون، آیا اصلا در این مورد، در این آیه شما اشاره به دین افراد میبینید که به اینها گفته باشه شما به یتیمان یهودی و مساکین یهودی و ذی‌القربای یهودی کمک کنید؟ من نه تنها که آن ارتباط را نمیبینم، من حتی والدین را پدر مادرتان تعریف نمیکنم. پدر و مادر تا این معنی می پدر و مادر یا بزرگ سالان، سینیر سیتیزن، آنهایی که پدر و مادر من حیات نیستن، اما این معنا را نداره که من این مکلفیت را به عهده خود نگیرم. هر کسی که به اساس کبر سن ضرورت و احتیاج داره که او ضرورت احتیاج مرفع کرده بتانم، یک مکلفیت متوجه ما است. پس پدر مادر یا والدین، آنهایی که والد هستن یعنی تولید کردن، پس اونا بزرگ سال بودن از هر کس که بودن، پس حتی این ارتباط نژادی و نسلی و بیولوژیکی هم مطرح نیست. و آن کسی که غریب و فقیر و یتیم و مسکین است، باز هم امان رابطه است، چون نسل امان قسم که یتیم به پسران شما رجعت نمی کنه، اشاره نمی کنه، والدین هم به والدین شما اشاره نمی کنه. هر کسی که در این تعریف بزرگ والدین بیانه، بزرگ سالان یا کم سالان، به خصوص آنهایی که کسی نداره که از آنها وارسی کنه. جمله بعدی که در این آیه آمده این است که و قولوا للناس حسنا، با ناس، نه با یهود، مسلمان، غیر مسلمان، قد بلند، قد کوتاه، اینا هیچ کدوم نداره، ناس. و قولوا للناس حسنا، حسن به معنای زیبایی و فایده داشتن، هم مفید باشه هم زیبا باشه، هم نیکویی درش باشه هم زیبایی درش باشه، یعنی احسانی که با زیبایی انجام میدید میشه قول. قول اگر که حرف مفت و حرف بی جهت باشه که خب اصلا یه صوتیه، قول معنی صوت به نظر بنده نمیده. قول منظور یک تعهدی است که شما میکنید، یک اعلامی است که برای انجام یک خدمت و فایده ای میکنید، و الا اگر همینطور شما حرف بزنید و رد بشید، کجای قولی که درش فایده و اثری دیده نمیشه میتونه حسن داشته باشه؟ حسنش به چیشه؟ آیا این قولون ناس به نظر شما این ناس کفایت نمیکنه که تأییدی باشه بر استدلال قبلی شما که ناس اشاره میشه به نوع بشر و اینجا نوع بشر در اینجا مطرحه و نمیتواند که در یک عبارت متصل یک قسمت آیه مربوط به یهود باشد، یک قسمت مربوط به ناس باشد، به نوع بشر باشد؟ این است که نوعیت رو باید بپذیریم. و آیا این به نظر شما این برداشت بعضی از دوستان ما درست است که میگویند که
به ما دستور داده شده که ما فقط با همکیشان خودمون قولی که داریم یا کلامی که داریم مفید باشه و مؤدب باشه و حقارت نیاره و توهین نیاره و شخصیت شخص رو پایین نیاره و در این حال حرف بیهوده و بیمورد هم نباشه، یعنی تعهدی باشه به افاده یک فایده و خدمتی. شما هم نظرتون همینه یا متفاوت با این نظر؟ من فکر میکنم در قرآن هر جایی که اشاره است به قوم یهود و نصارا و همه مسائل تاریخی، قرآن کتاب تاریخ نیست. اگر اینجا هدف از بنی اسرائیل می بود، به خاطر بنی اسرائیل پس در این کتاب جایی نداشت. این کتاب برای بشریت آمده و جایی که فرض کنیم به طور مثال از بنی اسرائیل یاد میکنه به شکل یک مؤخذ و رفرنس است. اینجا ما بنی اسرائیل هستم، شما بنی اسرائیل هستین، هر انسان بنی اسرائیل است. چرا؟ اون مؤخذ و رفرنس به خاطر این است که در آنجا امر مهم است که خدا از بشریت چی خواسته. حالا وقتی که میگه که مثلا این میثاق که با بنی اسرائیل بود، اونجا مثال را برای وضاحت داده، مثال را برای محدود ساختن امر خداوند نگفته. و در رابطه با این که مسئله احسان ذکر شد، این که ما بعضا در عمق نفسانیت خود حتی اگر با کسی نیکی هم میکنیم، در بسیاری موارد چنین واقع میشه که در حساس ترین لحظه همه چیز را میبازیم. من از جیبم پول میکشم، آنجا گدای را میبینم و میخوام برایش پول بدهم، ولی اگر در آن لحظه که من برایش پول میدهم به من غرور تکبر ایجاد شود که من بگویم که پس ببین که من چقدر قدرت دارم که خودت هیچ چاره نداری و من این قدرت دارم، من پول را دارم، ببین من چی شخصیت خوب هستم، چقدر سخاوتمند هستم. هر چیزی که در دل من بگرده که من را مقید به نفسانیت خودم بسازه، آن پول دادن جز ریا هیچ چیزی نشد. چی ریا برای دیگران باشه، چی ریا برای نفسانیت خود من باشه. بنان اینجاست که وقت که احسانن گفته این است که این را به خوبی بدهید. این قسم پول ندهید که شما خود را تبرئه کنند که من کی هستم یا این که این کار را من میکنم، بلکه خوبیش این باشه که آن انسان دیگری که محتاج است به هویت از او، به نفسانیت او، به انسانیت او، به ولت من نزنین، اونها را کم نبیارین، اونها را ذلیل در نظر خودشان ذلیل نسازین. اینجاست که خوبیش در این است. خوبی در مقدار پول نیست، خوبی کیفیت است. کیفیت است و کیفیتش در نیت است و در نیت شما هرگاه به خاطر هر چیز دیگر جز به آن یک خاطر که بود، پس خاطر خدا، به خاطر خدا نیست. نکته خیلی مهمی که شما اشاره کردید در اینجا این بود که اگر این آدرس شده به مخاطب بنی اسرائیل، به ما چه ربطی داره که بعد از 2000 سال یا هر چقدر که گذشته از اون تاریخ دو مرتبه برای ما این داستانها رو تکرار میکنه؟ اگه مربوط به اوناست که اونا خودشون در کتابشون دارن این حرف رو، چرا دو مرتبه اینجا به بشریت داره اینو ابلاغ میکنه، به ناس داره ابلاغ میکنه؟ و نکته بسیار جالبی بود در اینجا. دو پیمان دیگه ای از بنی اسرائیل گرفته، یکی صلات و یکی زکاته، و باز در تایید فرمایشتون میبینیم که هر دوی اینها بر ما هم این تکلیفه، یعنی این ده فرمان یک چیز یونیورسال و ابدی است. این چیزی نیست که فقط برای یک قوم به خصوصی در یک مقطع معینی باشد.
این مسئله زکات و صلات ببخشید صلات و زکات را قبلا هم روی ازی بحث کردیم. باز بستگی داره به همون صدقه که ما به یک فقیر میدهیم، خدا به ما داد ما به فقیر میدهیم. اینجا صلات حرکت سمت مقابل ازی است. در صلات ما به خدا وصل میشیم، در زکات از آن چیزی که با آن وابستگی داریم از آن جدا میکنه. نه از آن جدا میشیم، چون تزکیه پاکی است. ما از هر دارایی و هستی که هستی مادی منظورم است، ما همزمان که ما در یک در سه ردیف قرار داریم، اونجا خداست، در میان ماستیم، پایین هم دارایی های ماست. ما هر قدر از دارایی خود را جدا می سازیم به خدا خود را نزدیک می سازیم. پس این دو با هم پیوست است. به او خاطر است که در قرآن مکرر و اقیم و صلات و آت و زکات بلا فاصله پی هم می آین، برای که اینها با هم بستگی دارن. پس این صلات همان وصلت است. و در مثال قبلی که بود که خدا به ما داد، باز ما پس به به بضاعت ها میدیم. جهت ها مختلف است ولی امر یکی است. این فرمایشی که میفرمایید یک عارفی در بیان نظم قرار داده و میگه این موضوعی که شما میفرمایید که برای بینندگانی که با اکسنت دیگه‌ای بیشتر آشنا هستند میفرمایند که ما در جایی قرار گرفتیم که صلات یعنی وصل شدن به خدا، ما با خدا وصل میشیم و در این وصال یک چیزهایی دریافت میکنیم. ما همین چیزهایی رو که دریافت کردیم، از این دست دریافت کردیم، همینطور که مولوی در سماعش نشان میده، با این دستش میگیره و با این دستش رد میکنه، تبدیل به یک میدیوم میشه، تبدیل به یک وسیله عبور میشه. اون شاعر میگوید که آن که تو را آن دهن تنگ داد، وان دو لب کوچک خوش رنگ داد، داد که تا بوسه فشانی همی، گه بدهی گه بستانی همی. و اصلا در این مثال بوسه هیچ معلوم نیست چه کسی بوسه میده و چه کسی بوسه میگیره، نمیشه تشخیص داد اصلا. یک امر مشترک و متقابل درست رابطه بشر با خدا رو نشون میده که انسان در حالی که از یک دست با خدا وصله و یک دست با مخلوق وصله، معلوم نیست که این تغییر و تبادل به چه صورتی انجام میشه. فقط یک نعمتی از خدا به بنده میرسه و از این بنده به اون بنده محتاج سرایت میکنه و میرسه. در این رابطه دو طرف باز هم با مثال شعری که شما فرمودین، مسئله محبوب الهی است، ولی چون خداوند هم حبیب است و هم محبوب، بنا ناگزیر ما هم گاه حبیب میشیم و گاه محبوب. باز هم مسئله تغییر جهت است، ولی در اصول ارتباط با خداوند یکی است. چی ما وسیله انتقال عنایات خدا باشیم با آنهایی که برایشان کم رسیده، و یا چی از طرف مقابل از دارایی ها خود جدا کنیم به خدا خود نزدیک بسازیم. مطلب بعدی که در اینجا اشاره میکنه که باز هم مربوط به قوم بنی اسرائیل تنها نیست، مربوط به نوع بشره. میگه ثم تولیتم، بعد سر برگرداندید و در واقع اعتراض کردید، مخالفت کردید و تخلف کردید، سرپیچی کردید به اصطلاح. و این سرپیچی فقط مربوط به اونها نیست، کار روز و شب همه نوع بشره که این کار رو میکنن. نکته بعدی که در اینجا میگوید، میگوید و از اخذ نامی ساق کن، و از شما میساق گرفتیم که لا تسفکونت دماء، که خون ریزی نکنید، قتل نکنید به بیان خودشون، ولا تخرجون انفسکون، و این افراد خودتون و مردم رو، نوعا مردم رو، از دیارشون بیرون نکنید. و خود شما بر این امر شاهد بودید، یعنی خود شما شاهد بودید که آواره بودید، بی پناه بودید، در به در بودید، به اسارت بودید، به زحمت بودید و چه کشیدید، و خدا آب رو وسیله شفای شما کرد و شما رو ابری کرد، شما رو عبوری کرد و شما از این دریا رد شدید، و همین دریایی که نجات شما رو داشت، مرگ فرعون رو داشت و مانع رو از پیش شما برداشت.
و شما همه اینها رو آزمایش کردین، شهادت دارین، بر همه اینا شاهد بودید و حالا از این مرحله که گذشتید خودتون هم به همون عوامل فرعونی تبدیل شدید و همون کارهایی که فرعون میکرد شما میکنید و میگوید که نکنید این کار رو. و بلافاصله میگه در مقابل این پیمانی که بستید، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، و بلافاصله شروع کردید مردم رو به کشتن، و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، و یه تعدادی از همین افرادی رو که در اون منطقه زندگی میکردید هم اینها رو کشتید و هم اینها رو از دیار خودشون و خانه و کاشانه و سرزمین و اسکان خودشون اینها رو بیرون کردید. چه اندازه این آیات قرآن با تاریخ تطبیق میکنه آقای دکتر؟ با تاریخ چیز عجیب است که من دیروز یک در فیسبوک یک چیز را به نشر سپردم که با این بسیار تطابق داشت، و آن این که یک ویدیو بود، یک تعداد از افسران متقاعد امریکایی از خشون امریکا، اینها میان به داکوتای شمالی و در مقابل مردم بومی امریکا، سرخپوستایی که به اشتباه سرخپوست میگفتن یا هرچی که هست، The First Nation، در مقابل اونها زانو میزنن، از اونا عفو میخواین و به اونها میگن که ما زمین های شما رو گرفتیم، ما قوم شما رو کشتیم، دارایی‌ها رو شما رو از بین بردیم، تمدن شما رو از بین بردیم. لست بسیار دراز است و از اونا عفو میخواین و بعد همدیگر را در آغوش میگیرن. یعنی یک صحنه فوق العاده هیجان آور بود. من در بالای سر اون نوشتم که یک نوع ابسشن، چطور در فارسی بگویم، یک ابسشن، ابسشن بله که یک خواست سرسام‌آور یا یک وابستگی سرسام‌آور این تمدن غرب با زمین دارن. غیر از خدا یگانه چیزی را که اینها مقدس دانستن زمین است، تعلق دیوانوار در واقع، هولی لند، بله هولی لند، نه بله. یعنی لند هولی شده نظر اینا، یعنی بیت المقدس یا قدس، یک قدسیت که به خاک بخشیدن. و چون اساس دیانت جهان غرب از همین دو مذهب کلمی و نصرانی است، اونجاست که ما در تاریخ بشریت اگر میبینیم اصطلاح ابسشن رو چی فرمودین قبلا؟ ابسشن to want something to... تعلق دیوانوار. تعلق دیوانوار. اینا یک تعلق دیوانوار دارن که به هر زمین، به هر جای دنیا که رسیدن، اینها باید زمین را تصاحب کنند، مردم را از آنجا بکشند. به امریکای شمالی و جنوبی آمدن، 86% تمام نفوس این سرزمین، این قاره بزرگ را، دو قاره بزرگ را اینها قتل عام کردند، بومیان امریکا. بله 86% 86% مردم قاره امریکای جنوبی و شمالی را اینها از بین بردن و زمین را گرفتن، از خود ساختن. با استرالیا رفتن، زمین را از خود ساختن. به افریقای جنوبی رفتن، افریکانز، مردم خود هم بومی هم منطقه را از جا می کشند که این زمین از ماست. حالا به فلسطین میرن، باز هم صرف نظر مسائل دیگهش، همه کار بالای این زمین است. این وفرت، این دیوانگی، با بستگی که اینها به زمین داره، هیچ قابل فهمه. این در امریکای شمالی، در کانادا و در جایی که است، و امین نمیدونم اینا را، امین مسئله ما در افغانستان متاسفانه یک تعداد از وطندارای ما میگن وطن پرست هستم، و من بسیارایش به تکرار میگم که خدا پرست، وطن دوست هستیم، باز متوجه میشن. اما امی وطن پرستی، خاک پرستی، زمین پرستی، ملک پرستی را
من نمیفهم که اینها از کجا گرفتن، ولی یک قسم سرایت کردن تقریبا در هر جای. یک مرتبه آقای دکتر شما توضیح دادید که بومیان آمریکا اساسا در باور معنویشون مالکیت زمین رو یک نوع توهین به زمین میدانستن. بله برای این که در قاره های شرقی آسیا، اروپا، افریقا، اونجا دیانت ها دیانت های خدا آسمانی هستند، یعنی خدایشان در آسمان است که ما دعا میکنیم دستا همه چیزو طرف میره، ولی در امریکا خدا زمینی بودند دیانت های اینها، خدا زمینی بود. پس زمین the mother earth اگر پرستش نمیشه بسیار به پرستش هم نزدیک میشه، بنان اینها هیچ وقت نه زمین تصاحب میکنن، نه زمین را میخرن، نه زمین را میفروشن و نه آلوده میکنن، نه آلوده میکنن. و ما دیدیم که وقتی که اروپایی ها آمدن، انگلیس ها اول در منهتن که در نیویورک است، اینها میخواستن پول بدهن به مردم بومی اینجا. و مردم میگفتن که برای چی، میگفت که برای زمین را برای من بدهن. میگفتن که زمین از شما، از هر کس، از هیچ قابلیت خرید و فروش نداره. و اینها نمیفهمیدن. بالاخره توفه از شیشه های رنگارنگ که ارزش معادلش به $14 بود به اینها دادن و سر از فردا برشان گفتن که چون برای تان پول را دادیم پس اینجا آمدن نمیتونیم. 14% از جمعیت بومی های آمریکا رو زنده گذاشتند و $14 هم بهشون دادن. $14 دادن ولی 14% هم زنده ماندن. عجیبه. در اینجا یک چیز دیگه ای که دکتر در این آیه قرآن آمده و بسیار تفکر برانگیزه که وقتی میگوید که بعد شما میکشید یک دیگر رو، مثل امروز که یک دیگر رو میکشن، فرق نمیکنه از نظر قرآن. ناس وقتی میگوید که شما بومی آمریکایی رو میکشید یا سفید پوست انگلیسی رو، همه اینها شما هستید. و تخرجون فریقا منکم، و یک تعدادی از خودتون رو از اونجا بیرون کردید و مقاومت کردن، جنگ شد، اسیر شدن، کشته شدن. چیزی که شما کردید و در اینجا بسیار بسیار تکان دهنده است این آیه قرآن و همونقدر ترجمهش ترجمه بد و مخشوش کننده، که میگوید تظاهرون علیهم. تظاهرات امروز هم ما میگیم دمونستریشن. میگه شما این کار رو که کردید و بعد دمونستریت کردید بر علیه حق مسکن و حق امنیت اینها، و دمونستریت کردید به نفع بالاسم و العدوان، به جنایت و به تجاوز. یعنی شما جمعیت تشکیل دادید و در واقع تجاوز و جنایت رو به رسمیت شناختید و امنیت و اسکان رو رد کردید. آیا این هم ریشه تاریخی میبینید شما در این برهه از تاریخی که قرآن به اون زمان اشاره میکنه، که یک عده‌ای جمع بشن و جنایت و تعدی رو، تجاوز رو رسمیت ببخشن و تأیید بکنن و حق مسکن و حق اسکان، همون حقی که بومی ها بهش معتقد بودن، اینها رو جنایت بشمارن و جنایت رو به عنوان یک حق برای خودشون قائل بشن؟ اصل از آغاز چنین است. فرض کنیم کولومبوس میاد به امریکا و این مردم میگن که بیچاره را ببینن که در بحر رای خود را گم کرده بود، آمد بیاید که برایش غذا بدهیم. و او میاد که اولین کار را که میکنه بیرق اسپانیا را در زمین میداره که I claim this land in the name of Queen Isabel. I claim this land. زمین را من به نام ملکه اسپانیا
نام میگذارم یا تصاحب میکنم، زمین است. از اینجا فکر میکنم 500 سال تیر شده، ما باید تغییر کرده باشیم. میبینیم که این جهان متمدن غرب بازم وقتی که به مهتاب میره اولین کاری که میکنه در مهتاب چی است؟ بیرق امریکا را میگذارن. و میدیدیم که در آخرین لحظه، در آخرین لحظات 20 جولای 1969 که سفینه لونوخود روسیه، اتحاد شوروی و امریکا هر دو همین کوشش را میکردن که کدامه که اولتر اونجا بره که بیرق خود را اونجا بگذارن. باز هم امو ابسشن، امو دیوانگیست در تعلقات و دیدگاه طرف مقابل بر اینا هیچ مطرح نیست. کولومبوس میگوید که من امریکا را کشف کردم، امریکا اینجا استاد هستن که ما گم نبودیم، ما خود اینجا بودیم، ما شما را کشف کردیم که رایتان را گم کرده بودیم. شما چی ادعا دارین که نه تنها که ما را کشف شده میپندارین بلکه زمین ما را هم میگیرین؟ و تفاوتش باییست که ما در سال 412 یک کشتی چینایی ها آمد به امریکا، 412 که قبل از دوره نبوت حضرت رسول اکرم است. اینها در یک طوفان بند ماندن و یک کشتی آمد به قسمت هایی که امروز در مکسیکوس آکاپولکو، و چون اینها را طوفان آورده بودند، مردم مکسیکوی آن وقت از اینها استقبال کردند و از بس که استقبال خوب کردند اینها یک سال اینجا ماندند و بعد از قبل از اینکه برگردند در یک جای در روی یک صخره سنگ یک پیام نوشته کردند به زبان چینایی سنه 412 و در اونجا تشکر کردند از این مردم مکسیکوی آن وقت که چقدر با آنها لطف و مرحمت کردن، مهمان نوازی کردن و همه این چیزها، و این تشکری و چی خود را اینجا در روی از این سنگ نوشتن و بعد رفتن پس به چین، ولی نه بیرق گذاشتن، نه ادعای کردن، هیچ چیزه. اما این مردمه که آغاز فرهنگیش از زمین مقدس است، از هولی لند، این تقدس اینها در واقع تصاحب است و به هر جای دنیا که رفتن جز اینکه مردم را از آنجا برانند دیگه هیچ کاری آن ندارن. آقای دکتر، یک موزه ای هست در شهر تیوانا برای بینندگانی که در آمریکا نیستند و ما رو میشنوند، در جنوب اینجایی که ما هستیم در این ایالت کالیفرنیا، جنوبش یک شهری هست به نام سان دیگو که جنوب اونجا مرزهای شمالی مکزیک هست و یه شهری که بسیار نزدیک به ما به نام تیوانا هست. در اونجا یک موزه احداث کردن آقای دکتر که دیدنش یکی دو روز وقت لازم داره، خیلی موزه بزرگیه و آثار زنده و قابل رؤیت کردن تاریخ ورود اسپانی های یا به آمریکا رو و چجوری در دو مرحله اینها مورد تجاوز قرار گرفتن، یک مرتبه به وسیله اسپانیا و یک مرتبه به وسیله آمریکای شمالی، و خیلی جالبه. شاید من فکر میکردم که از نظر شما چقدر میتونه این مفید باشه که اگر یه سفر یکی دو روزه ای انشاءالله فرصت بشه در رکابتون به اونجا حرکت بکنیم و یک مقدار زیادی اطلاعات ویژوال و همینطور شنیداری برای بینندگان به سوغات بیاریم. در قسمت دیگری از این آیه جناب دکتر اشاره میکنه که و ان یعتوکم اسارا تفادوهم و هو محرم علیکم اخراجهم. با وجودی که اخراج اینها در درجه اول برای شما حرام شده بود، ولی در مراسم اخراج و در این بیرون کردن این افراد از سرزمین هاشون، از اسکانشون، از امنیتشون، جنگ در میگیره و در این جنگ اسرایی یا به وسیله شما گرفته میشن یا اون اسرا به شما پناهنده میشن، تسلیم شما میشن و شما اینها رو میفروشید برای اینکه آزاد کنید. اینها رو یا به خودشون میفروشید، خیلی مهمه که شما اینها رو فدیه میخواید براشون، یعنی یا به خودشون میفروشید اینها رو
یا اگر پول نداشته باشن به دیگران میفروشید. این در تاریخ جدید و در این تحولات روزگار ما به چه صورتی شما تصویر این رو و انعکاس این رو در دنیای امروز میبینید؟ این اسارت ها به هر نوع است و آخرین شکل از این بود که در بعد از جنگ اروپایی یا جنگ جهانی دوم امریکایی ها پیش قدم شدن. البته بعد از جنگ اولی، جنگ جهانی اول هم چیز وودرو ویلسون رئیس جمهور امریکا یک پیشنهاد 14 فقره‌ای به نام پیشنهاد 14 فقره‌ای مشهور است که دنیا را دعوت کرد به یک طرز دید تازه در برابر این ذهنیت های خشونت آمیزی که همیشه باعث جنگ میشه. ولی چون در آن زمان در سال 1918 و 1919 امریکا در مقایسه با قدرت های اروپایی یک کشور نسبتاً ضعیف بود، پس اروپایی ها هیچ پرداخت نکردند به گفته های وودرو ویلسون. ولی بعد از جنگ دوم امریکا قدرتمند بود و اینها را خواستند به پیمان هایی که به نام پیمان های ژنو مشهور است و در اونجا تعهدات بستند که اینها به شمول مسئله که در این آیت به اشاره شده که اگر در جنگ اسیران را میگیرین که حقوق اونها باید حفظ شود. و چون این به ابتکار امریکا بود، امریکا در واقع علمبردار این ذهنیت متمدنتر جهان غرب بعد از جنگ دوم شد. ولی ما دیدیم که در سال 2001 زمانی که بالای افغانستان حمله می کردن، اولین کاری که کردن همان پیمان ژنو را که اینها بسته بودن که باید اسرای جنگی حقوق مدنی و حقوق انسانی اینها رعایت شود، از آن تخلف کردن و صرف این که اسرای جنگی را enemy combatant نام گذاشتن، با تغییر نام واقعیت از بین نمیره. واقعیت واقعیت است. این گناه مردم که در افغانستان بودن، چی افغان بودن چی عرب بودن دیگرها بودن، بسیاری مردم را بیگناه آوردن و در این زندان ها انداختن و اون را در یک انزوای قانونی گذاشتن که قلمرو کیوبا بود، نه قلمرو امریکا. در یک انزوای قانونی از این نگاه گذاشتن که آنها را اسرای جنگی نه بلکه دشمنان متخاصم یا enemy combatant نام نهادن و به هر نامی که اینها تانستن از مندرجات پیمانهای ژنو سرپیچی کردن و باز هم اینها محض که مسئله مطرح میشه خود را متمدن میدانن و مسیحیان یا یک کلیمیان خوب میدانن و مسیحیان کلیمیان خوب که با وضاحت فرمان برشان آمده که شما اسیران جنگی را باید حقوقشان را رعایت کنید. آقای دکتر، وقت ما هم داره تمام میشه ولی سوالم رو خیلی خلاصه مطرح میکنم که در زمان پرزیدنت بوش پدر که آیا ایشون پایونیر اولیه شکستن این قانون و قراری بوده که بعد از جنگ بین الملل دوم، آیا قبل از ایشان هم کسی بوده که در این حجم و در این سطح قانون ژنو رو زیر پا گذاشته باشه و بیش از 200,000 غیر نظامی رو تعمدن کشته باشه؟ در عراق منظور من هست. بله، خود در عراق هم مثلا فیصله بود و عساکر عراقی تسلیم می شدن ولی اینها نمی خواستن که آنها تسلیم شوند. برزی که اگر تسلیم می شدن، اسلحه که با او اسلحه و مهمات جنگی که اینها به قلمرو کویت داخل شده بودن، اونها را باید پس به کویت به عراق می دادن. ولی چون هدف اصلی این بود که با صادر کردن اسلحه فراوان به عراق
که پول از عرب بود، اسلحه از غرب بود که برای اینکه ایران را شکست بدهند. و چون از طرف امام خمینی این جنگ به شکل تصادفی و آنی قطع شد، این اسلحه‌ای که به طرف عراق رفت، هدف اصلی آمریکایی‌ها از بین بردن این اسلحه بود، چون توازن اسلحه بین عراق و اسرائیل به یک حد رسیده بود که اینها نمی‌خواستند آن را تحمل کنند. پس جنگ اول عراق خاص به خاطر این بود که اون اسلحه باید از بین برند. بنان در رابطه با اسرای جنگی، وقتی که عساکر عراق اگر تسلیم میشدن و اگر اینها تسلیمی آنها را قبول میکردن که باید میکردن، چون به اساس همون تعهدات ژنو است، اگر قبول میکردن باید اسلحه دوباره به عراق داده میشد یا به کویت، به هر کدام اینها که داده میشد، این اسلحه باعث عدم توازن یا توازن با اسرائیل بود و این کار را نمیخواستن. بنان به خاطر از اینکه اونجا اسلحه نماند، پس این عساکر را در حال تسلیمی همه بمبارد کردن و کشتن که هم عساکر از بین بره و هم اسلحه از بین بره، که بازم تخلف از مقررات ژنو است. مطلب کوتاه دیگری که در اینجا مطرحه این است که قرآن میپرسد که افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، آیا شما بعضی از قسمت‌های کتاب رو ایمان میآورید و میپذیرید و کفر میورزید، دانسته تکذیب میکنید بخش‌های دیگر و بعضی دیگری از کتاب رو که منظور کتاب تورات در اینجا، آیا این روش هم هنوز ادامه داره درباره ادیان بعد از یهود، من جمله یهود، من جمله مسیحی، من جمله مسلمان؟ آیا ما همه مشغول همین کار نیستیم در زمان حاضر؟ بله، واقعا هم اصطلاح cherry picking انگلیسی همین مطلب را خوب میرساند که ما تنها جای به حقوق بشری و انسانی یک کس متوجه میشیم، جایی که قربانی یک عمل یک مسیحی یا یک اروپایی باشد، یه جایی که ارتکاب عمل به طور مثال یک مسلمان باشه یا یک کسی با نام عربی باشه. ما 3 روز پیش سالگرد یکی از وقایعی بود که در فکر می‌کنم در شهر نیورلیان در ایالت لوئیزیانا که یک نفر 27 نفر را کشت و زخمی کرد، 27 نفر را، ولی چون نام آن شخص، آن مجرم، نام مسلمان نبود، نام عربی نبود. ما با بسیاری از دوستا که مهاجمیشون و این مسئله رو مطرح میکنم، میگم آیا شما به خاطر دارین؟ میگنه ما هیچ نشنیدیم. و این یک سال بعد از وقوع این حادثه است. اما فرض کنیم که اگر قاتل از این اشخاص مسلمان می بود، باز کاملا رویه متفاوت می بود. بنان ما در هر مورد کس، البته ما مسلمان ها هم امی کمبودی را در خصلت های خود داریم، ولی اینها هم دارن. و مشکل در اینجاست که باز اینها مدافع دموکراسی هستند، اینها پیش آهنگ تمدن غرب هستند، اینها ادعاهای بزرگتر میکنند، بنان به خاطر ادعاهای بزرگترشان ایجاب میکنند که اینها باید پابندی بیشتر کنند، ولی این معنا را نداره که ما مسلمان ها هم از این مکلفت خود سرپیچی کنیم. ما واقع دلخراشی را که دیروز یا پریروز در آلمان صورت گرفت که یک خانواده که به یک جوان افغان در خود را، قلب خود را، آغوش خود را باز کردند که این بیچاره از کجا آمده و چه مشقت و تکلیف و چیزا را متکلف شده به اینجا، خود را او را در آغوش گرفتند به حیث عضو فامیلش. و این نامرد نه تنها که یک اولاد آنها را باش معامله نامشروع کرد، بلکه کشت داره. یعنی قباحت از این بیشتر شده نمیتونه. همه ما این قصور و کمبودی ها داریم و آرزوی ما باید چنین باشه که ما در انسانیت خود
توجه کنیم صرف نظر از ای که به کدام دین مربوط هستیم، به کدام هویت سیاسی داریم. محک اصلی ما باید انسانیت باشه، و اگر در انسانیت ما بازم مرتکب چنین قباحت ها میشیم، در واقع از امان میثاق که قرآن به او اشاره میکنه، از اون میثاق ما سرپیچی کردیم. بینندگان ارجمند، ما به پایان این بحث کوتاه امروز میرسیم که مقدمه بازگردن موضوع میثاق بشر با خداست، که روز سه‌شنبه ساعت 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر در خدمت ایشان خواهیم بود. شما بینندگان ارجمند در طول دو ماه گذشته سوالات بسیاری رو با تلفن و گهگاه با ایمیل مطرح کردید. هر نوع سوالی که در ارتباط با هر موضوعی، نه لزوما موضوعاتی که ما مطرح کردیم، هر موضوعی که مورد سوال شماست و فکر میکنید که دکتر استنزای یا من میتوانیم به اونها جواب بدیم، اینها رو برای من در فیسبوک پیوند تیوی ارسال کنید. ما اونها رو نگاه میکنیم و مطمئنن به تک تک توضیحات و سوالات شما در برنامه سه‌شنبه آینده پاسخ خواهیم داد. از این فرصت خوب و گرانبها استفاده بکنید و هر چیزی که به نظر شما میرسه که باید در موردش توضیح داد و توضیح در مورد اونها برای صلح بشر، برای ارتقاء مقام معنوی انسان مفیده، اونها رو با ما مطرح بکنید. در مورد این جوان فقط یک جمله توضیح معترضه‌ای که دارم آقای دکتر این است که شما اگر 17 سال در خون و جنگ و کشتار و پدر شما رو، مادر شما رو جلوی چشم شما کشته بودند، به خواهر شما جلوی چشم شما تجاوز کرده بودند، انگشت پدر شما رو برای سوغات بریده بودند و به کشور دیگر برده بودند که به دست کلید اتومبیل آویزان کنند، اگر شما در این محیط متولد می شدید، کودک یتیم جلوی چشم شما به خود شما تجاوز شده بود، به پدر شما، به مادر شما، به کسان شما، شما را از خانه خودتون بیرون کرده بودند، خانه شما را ویران کرده بودند، اگر شما سرنوشتی داشتید که امروز 1,000,000 کودک آواره در افغانستان داره و 17 ساله می شدید، شما چه می کردید؟ آیا گناه به گردن این در واقع طفل نوجوان 17 ساله است یا به گردن کسانی که این محیط لجنزار رو برای رشد این بچه به وجود آوردن؟ این محیط جنگ هایی را که اینها آغاز کردن، خساره هایش هیچ قابل تخمین نیست. ما میبینیم اما کسایی که میرن عساکر امریکایی که در عراق و افغانستان یا در سوریه مرتکب چنین اعمال میشن، پس که میگردن اونها هم دیوانه شدن. روز 22 نفر آنها انتحار میکنن، 22 نفر آنها روزانه، هر روز خانواده هایشان از هم متلاشی شده، طلاق و یعنی هم مردم امریکا را به نهایت متضرر شدن از این وقایع جنگ، از نگاه روانی، از هر نگاه، هم مردم افغانستان و عراق. اینجاست که تا زمان اینجا عدالت نخواهد بود که ما آنهایی که مجرمین این جنگ هستند، که جنگ به ناحق بود هم در افغانستان و هم در عراق، اونها به هیچ محکمه سپرده نشدن. این کشورهای افریقایی که هر روزه یکی دوتایشان از محکمه جنایی هاگ عضویت خود را میگیرند، به خاطر این است که اینها میگن چرا یکی دو رهبر افریقایی اینجا و اونجا پیدا میکنن، میارن به نمایش میگذارن که اینا ما عدالت میخواهیم، ولی این رهبران امریکایی و اروپایی که مرتکب چنین جنایات میشن در قرن 21، هیچ کدامشان به جزای اعمالشان نرسیده. چرا؟ اینجاست که ما میدونیم که خسارش نه تنها که به مردم افغانستان و عراق رسیده یا یمن و سومالیا و اینجا، خود جامعه امریکا را به بسیار شکل
هیچ قابل تعریف توصیف نیست متاثر ساخته. وقتی که هر روز 22 نفر اینها خود را میکشند، این شامل کدام احصایه میشه؟ برای مردم امریکا او احصایه را میگه که فرض کنیم 2000 یا 3000 نفر کشته شده، ولی اینها که نه تنهایی که هر روزه خود را متوسل به انتحار میشن یا خودکشی میکنن، و در پهلویش آنهایی که زنده میمانن به داد آنها کس نمیرسه، به مشکلات آنها کس پرداخت نمیکنن. بنان این جرایم ضد بشریت است. اینها همه قابل محاکمه است. این دروغ هایی که به ملت امریکا گفته شده، این دروغ هایی که به جهان گفته شده، این جنگ های کاملا نامشروع را که اینها در هر جای ایجاد کردن، خاص به خاطر از این که باید اسلحه بفروشند، باید اسلحه از بین بره، باید در اسلحه سرمایه گذاری بیشتر کنند، بحث بسیار دور به دراز است، ولی هیچ کدامش قابل از این است که قابل دفاع نیست، ولی قابل فهم است که چرا ای جوان این کار کرد، قابل فهم است ولی قابل دفاع نه. و همچنان در مورد عساکر امریکایی که این کارها را کردن، شرایط بسیار بدی است. ما منتظر دریافت رساله های شما هستیم، سوالات شما هستیم، توضیحات شما هستیم، تذکرات و اصلاحات شما هستیم. اینها رو به آدرس فیسبوک ما بفرستید و قطعا با حوصله نسبت به تک تک اونها پاسخ داده خواهد شد، اما با یک شرط. شرطش موضوعات را مشکل انتخاب کنن و سوالات را آسان. بله. همین کار رو فرموندن بکنید. در انتظار دریافت پیام های شما و همینطور در انتظار داشتن توجه شما و اینکه روز سه‌شنبه آینده ساعت 1 بعد از ظهر قرار ما با شما باشه، موضوعات بسیار مهمی رو مطرح خواهیم کرد. بسیاری از این موضوعات تا به حال شنیده نشده و برای شما بسیار آموزنده و تازه خواهد بود. فرد فرد شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. در ساعت 5 بعد از ظهر امروز، حدود 50 دقیقه 40 دقیقه دیگر، برنامه زنده پیوند با مردم رو در حضور شما ادامه خواهم داد. از جناب شما بسیار تشکر میکنم و چشم انتظار زیارت مجدد شما هست. تشکر، زنده باش. خدا نگهدار. خدا حافظ. به درانم به جانم تو نخواهم عمر فانی را، توی عمر عزیز من، نخواهم جان پرفت